100 نفر رو میام $100 میدم، 2 نفر رو $50 میدم. پس این که میگن مورد تایید بایننس، نه آقا بایننس این چه حرفی نزده. اگه بلوم و یه هرم در نظر بگیریم شما نفر اول باشی، یه خبر بال از همستر بهتون بدم. دیشب بهتون گفتم یه کارت جدید داخل قسمت اسپیشالز اومده. این کارت، این یه تایمر داره، این تایمر برای 2 هفته دیگه است. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. سلام ارچکان دتک، خوش اومدید به کانال خودتون. من سعید جولا هستم، اینم که کانال خودتون رو به کانال تکنولوژی. فکرشو نمی کردم به این زودی بتونیم یه پروژه رو بهتون معرفی کنیم که سطحش از تمام باتای تپ تو ارنی که تا امروز معرفی شدن بالاتر باشه، اما یه سری گیر و گور هم داره که قطعا اونا رو هم باید بگیم. پروژه بلوم همونجور که میدونید یه تقریبا چند ماهی هست که اومده، پروژه‌ای که برنامه هاش به شدت بزرگه، از اونور یه سری نقضای بدی داره که باعث میشه ما اینو بدون نکات امنیتی پیشنهاد نکنیم. چراشو تو ویدیو صحبت میکنیم. فقط در همین حد بهتون بگم اگه بلوم بتونه طبق قولی که داره میده برنامهش عملی کنه، صرافیا، اکسچنجا، دیسنترال اکسچنجا همه رو میزنه و از دم نابود میکنه، میشه فقط بلوم. یه خلاصه سنگ بزرگی گذاشته، نمیدونیم میزنه یا نمیزنه، برای ما هم جای سواله. علتی هم که امروز اومد تو ویدیوی ما اینه که از 30 میلیون کاربر گذشت، الان بهترین موقع وروده. میدونیم مشکل دعوت دارید، مشکل ورود دارید، همه اینو براتون حل میکنیم تو ویدیوی امروز. هر کسی که نگاه میکنه راهی رو پیش پاتون میذاریم که هم کدتون رو به بقیه بدید، هم بقیه کدشون رو به شما بدن. چرا که بلوم میدونید 10 نفر دعوتی بیشتر نداره، معمولی هم توش نمیتونی بری، حتما باید با کد دعوت باشه. این حرکت ممکنه تو ذهنت بگی به به چقدر اپ خوب و منصفانه یه که نمیذاره کلی دعوت از دوستان انجام بشه، اما همون 10 نفر میتونن نفر باز بیارن، اون نفرات هم نفر بیارن، تو از همه اینا به درصد میرسه. تو ظاهر بله خیلی خوبه، ولی داخل باطنش نه، شبیه شرکت ها هرمی داره کار میکنه. البته یه ذره چش و گوشت باز شد، بریم تو ویدیو دقیق برات توضیح بدم، حتما تا انتها بمون. کلی نکته خفن و مهم داریم، مثل این ویدیو رو تا امروز ندیدی. اینجا سطح بررسی ما رو با همه برو مقایسه کن، چه داخل چه خارج. تیم دتک اینجاست که کلن مغزتو منفجر کنه. بریم شروع کنیم ویدیومونو. یاد نره با ویدیو الکریم سم شو با سوالا که از ما حمایت کنیم. بریم بیا وایس وایس. راستی همستر یادمون رفت آقا، اول کومبو کد و سایفر امروز به اضافه آخرین اخبار و کارت جدیدی که تو همستر اومدن هم بهتون بگیم، بعد بریم سراغ بلوم که خیلی کار داریم امروز. حالا برو. خب دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، ویدیو امروزمون هم شروع میکنیم. خوش آمد میگم به رفقایی که بار اول اومدید تو کانال. اینجا کسب درآمد واقعی رو یاد میگیری، کلی راه و روش داریم، همشون هم تقریبا به روزن، اثبات برداشت هم دارن. از ربات های تلگرامی بگیر، برو با یه ثبت نام ساده پول در بیار، ماینر داشته باش، ماینر واقعی نمیگه کلود ماینینگ و چیزای کلاهبرداری، و یا از طریق گیم که راحت ترین روش درآمدزایی حال حاضر، راحت ترین نه، مداوم ترین بگیم، یعنی ماهیانه میخوای درآمد داشته باشی، از بازیایی که معرفی میکنیم برو درآمد کسب کن. یکم تو کانال بچرخی، با ما باشی همه اینا دستت میاد، اصلا نگران نباش. یه نکته کوچیکم بچه ها قبل شروع ویدیو اضافه کنم، از اونجایی که خیلی خیلی تعدادتون ماشاءالله زیاد شده، نمیرسیم همه کامنت ها رو بچه ها جواب بدیم، یه فرم براتون درست کردیم داخل کانال تلگرام، اونم هست رو فرمه که کلیک کردی سوالتو اینجا بنویس، خیلی کوتاه، همه رو روزای جمعه انتهای ویدیو یکی یکی شروع میکنیم به جواب دادن. این جمعه میشه اولین روزش، و یه بار دیگه خواهی میکنم از اینکه جوابا عقب میفته. بهتون گفتم دتک باید وقتشو بذاره رو پیدا کردن پروژه های معتبر و درآمدزا، بعد وقتشو بذاره رو جواب دادن و پرسش و پاسخ دادن، و اینم حلش میکنیم. نفر جدید انشالله میگیریم و این مشکلتون هم حل میشه. این 7 نفر رو باید بکنیم هولوش 17-18 نفر. خب اول از همستر سری شروع کنیم. فکر کنم خیلی اعتراض کردن رو این کارتایی که دعوت از فرند میخوان، مخصوصا داخل قسمت لیگال. امروز کارت فیلیپینو اضافه کرد با یه پرافیت عالی، الان تو لول 6 46,000 تا داره ساعتی پرافیت میده. دقت کنید بچه ها، این 46 که شما داری میبینی مجموع 6 بار آپدیت شدنشه، یعنی لول بعد که من اینو آپدیت کنم ببین 9000 تا میاد رو اون 46. اینجور نیست هر لول 46,000 تا بده، یه جمع خیلی ساده است. حالا بعدا اینو بازتر میکنم اگه همچنان متوجهش نشدید. کارت های امروز چی بودن؟ شورت اسکویز، لانگ اسکویز و همین لایسنسی که امروز اومده. شورت اسکویز و لانگ اسکویز داخل قسمت اسپیشال زن کارتاشون. لایسنس فیلیپین هم بهتون نشون دادم دیگه داخل قسمت
قسمت لیگاله. یه خبر بال از همستر بهتون بدم، دیشب بهتون گفتم یه کارت جدید داخل قسمت اسپیشالز اومده. این کارت، این یه تایمر داره، این تایمره برای 2 هفته دیگه است. هنوز اعلام نکردن دقیقاً چیه، ولی یا یه همایش آنلاین دارن برای همه تو یوتیوبشون، لایو چیزی دارن، یا میخوان واقعاً وب 3 گیم کان بگیرن، یه حالتی مثل E3 سامر گیم فستیوال، جشنواره بازیایی که کلاً تو دنیا هست، حالا اینا میخوان برای بازی ها وب 3 بگیرن. حالا نمیدونم واقعاً همستر میخواد این کارو کنه یا میخواد تو شرکت کنه. اطلاعات بیشتر اینو به زودی بهتون میدیم. کد سایفر هم طبق روال همیشه رو آخرین ویدیو کلیک کن، کامنت اولو بخوند، اینجا کد سایفر قشنگ برات پین شده، بردار استفاده کن. و اما پروژه بلوم، دیگه از اینجا به بعد چشماتونو باز کنید، دقیق گوش کنید، یه بررسی 0-100 و ریز ازش داریم. بلوم چی آقا، میخواد چیکار کنه؟ بچه بلوم اولین اپیه که میخواد خدمات هم صرافی‌های متمرکز رو بهتون بده، هم غیر متمرکز. فرق این دوتا چیه؟ ببین، داخل صرافی‌های غیر متمرکز مثل پنکیک سواب، وایپر سواب، سوشی سواب، شما نیازی نداری توی ثبت نام کنی. هر نفر یه کیف پول داره. شما کیف پولتو به هر جایی که وصل کردی، به صورت پر تو پر معامله می‌کنی داخل صرافی‌های غیر متمرکز. یعنی مثلا میگم محمد و علی با هم دیگه معامله می‌کنن، کوین همدیگه رو می‌خرن. دیگه صرافی اینجا هیچ کار است. تنها چیزی هم که به صرافی میرسه، یه درصدی از معاملاتت بهش میرسه. فی تراکنش بهش میرسه. سوال، آقا پس چرا همه غیر متمرکز نیستن؟ صرافی‌های متمرکز چرا وجود دارن؟ تو صرافی‌های متمرکز یه چیزایی میتونی بگیری که داخل غیر متمرکزا امکانش نیست. مثلا معاملات فیوچرز رو بخوای انجام بدی، نیاز به صرافی متمرکز داری. یا یه سری از کوین‌ها حتما باید از صرافی متمرکز خریداری بشن. از اونور فرض کن آقا الان بخوای با پول کوین بخری، خب اینو نمیتونی از صرافی غیر متمرکز بخری. باید یه صرافی متمرکز پیدا کنی، مثل بایننس، کوینکس یا صرافی‌های داخلی، ثبت نام کنی، پول بدی، کوین بخری. پس صرافی متمرکز و غیر متمرکز اینجا با همدیگه تفاوت دارن. غیر متمرکز به لحاظ اینکه احراز هویت و اینجور چیزا رو از شما نمیخواد خیلی بهتره، اما خب محدودیت داره. حالا بلوم میخواد همه اینا رو برداره، هم میخواد متمرکز باشه هم غیر متمرکز. حتی میگه معاملات فیوچرز هم من بهتون اجازه میدم داخل اپم انجام بدید بدون اینکه ثبت نام کنی. یعنی شما فقط ولت تو به بلوم وصل کنی، که احتمالاً اصلا خود بلوم هم یه ولت بده، با این ولت میتونیم بدون هیچ چیزی، هیچ ثبت نامی، حتی ایمیل وارد کردنی، همه کارهایی که میخوای انجام بدی، که واقعا پلن عجیب غریبیه. بیشتر از 30 تا چین رو میخواد ساپورت کنه. این اصلا خودش یه رکورد. اکثر صرافی‌های غیر متمرکز اگه شما نگاه کنید، نهایت 6 تا 7 تا چین دارن. 30 تا چین رو میخواد ساپورت کنه، شوخی بردار نیست. همه کوین‌ها رو میخواد بیاد و پشتیبانی کنه. مینی اپش تو تلگرام قراره این کارا رو برات انجام بده. یعنی دیگه نسخه وبش هم نمیخواد بیاری بالا، که البته خب چیز خیلی مهمی هم نیست، ولی بیس تو تلگرام قراره که اجرا بشه. معاملات پی تو پی ان، این خیلی مهمه. یعنی نفر با نفره، برخلاف صرافی‌های متمرکز که وقتی سعید و علی با هم دیگه معامله میکنن، یه نفر اون بالا وایساده و نظارت میکنه. تو معاملات پی تو پی هیچ کسی بین دو نفر قرار نداره، یعنی سعید و علی مستقیم با هم دارن معامله میکنن، نفر سومی نیست. خلاصش بهتون بگم، خیلی پلنش خوبه. یعنی بلوم اگه اینو پیاده سازی کنه، شاید بهترین پروژه کریپتویی دنیا اصلا لقب بگیره. آقا بلوم کوین هم داره؟ احتمال قوی بله، کوین بلوم هم قراره که لانچ بشه. ببینید الان بچه ها، ربات یه ربات تپتورن، حالا جلوتر بهتون میگم مشکلاتش هم براتون حل میکنم، تسک همه چیزاشو بهتون یاد میدم. کلیتی بخوایم در مورد صحبت کنیم، تو ربات تلگرامش که وارد شدید شما پوینت میگیرید، این پوینت ها بعدها تبدیل میشن به بلوم پوینت، که حالا یا ایردراپ بهت میرسه یا یه کوینی بهت میرسه. بازتر کنم قضیه رو، شما داخل بازی بلوم پوینت به دست میاری، با اینا چند تا کار میشه انجام داد. میتونی برای بوست دادن و چیزا دیگه استفاده کنی که هنوز آنچنان فعال نشدن، یه سری چیزای خفنی که بعدن حالا قرار معرفی بشه، به اضافه چی؟ کوین خود بلوم که همچنان درسته که به صورت رسمی معرفی نشده، قیمت نداره، اما خب میگن در آینده اینو انجام میدیم. تا الان از خوبیاش گفتیم، بدیش کجاست؟ بچه بدی بزرگی که ما توش دیدیم، مدل دعوت از دوستانیه که استفاده میکنه، و اپ تلگرامی فعلا ما مثل این ندیدیم که حالت هرمی داشته باشه. ببین هر نفر حق داره کلا 10 نفر دعوت کنه، و بیشتر این امکان نداره، که تو نگاه اول به اشتباه میندازتت، میگی به به چقدر خوبه، چقدر منصفانه است. اما یکم ریستر که میشی چی میگه؟ میگه 10% چیزایی که نفراتی که دعوت کردی به تو میرسه، پوینت های تو بازی رو داریم میگیم، ما پولی در کار نیست. به اضافه چی، 2.5% از کسایی که اونا دعوت کردن هم باز به تو میرسه. بیشتر توضیح نداد
شده که این 2.5% تا چند مرحله فعاله. یعنی مثال میزنم، اگه بلوم و یه هرم در نظر بگیریم، شما نفر اول باشی، تو ساعت اول خب 10% بهت میرسه، تو ساعت دوم گفته 2.5%، اما دیگه نگفته که آیا از کل اینا 2.5% بهت میرسه یا دیگه ساعت دو بسته میشه. اگه ساعت دو بسته بشه دیگه آنچنان هرم نیست، حتی سه هم بسته بشه هم طوری نیست. ولی اگه این نفر تا این آخر هی 2.5% برسه، نه، این یه مدل کاملا هرمیه. و خیلی واضح بهتون بگم، اگه بلوم یه قرون قرار بود بگه که آقا سرمایه بذارید، مثلا یه دلار بذار داخل اپ من، یا یه حالت کلود ماینینگ چیزی داشت، اینو عمرن معرفی نمی کردیم، چرا که سایت کلاهبرداری اصلا حساب می شد. حواستون رو به این قضیه بدید، از همین الان دارم باتون اتمام حجت میکنم. اگه یه بار احیانا در آینده پرداختی اومد داخلش، آقا یه دونه تان بخر، فلان کن، بهمان کن، حالت هرمی بهش میده، این نکته رو در نظر بگیرید. خب بریم سراغ خود بلوم. به لحاظ سوشال در حال حاضر بلوم داخل رتبه سوم تو کل پروژه های تلگرامی قرار گرفته، 30 میلیون کاربر داره، گروه تلگرامی خودش 14 میلیون عضو فعال داره، حالا فعال نگیم، 14 میلیون عضو داره. همونجور که میبینید بعد از همستر و تپسوا بلوم قدرتمندترین پروژه به لحاظ سوشاله. توییترش متوسط 2.4 میلیون فالوور داره. بچه‌ها یوتیوب هم حتی دارن، یوتیوبشون هم بدک نیست، خیلی بزرگ نیست ولی خب یه یوتیوبی هم دارن. تیمش خودشو نشون داده، حتی داخل سایت رسمیشون که برید، تو لینکدین که برید، اعضای بلوم معلومن بچه‌ها، یه سری‌هاشون قبلا با بایننس کار می‌کردن. خلاصه تیم کوچیکی نیست و برخلاف اکثر این اپ‌های تلگرامی، بلوم از اونها واقعا معتبرتره. حالا یه نکته خیلی مهم، آقا بایننس واقعا پشتشه؟ نه آقا، کی گفته بایننس پشتشه؟ برید هزار جا سرچ کنید، بایننس لبز یه جایی منشنشون کرده، پشتشون نیست. بایننس لبز یکی از زیرمجموعه‌های بزرگ خود صرافی بایننس، بزرگترین صرافی دنیاست. تو پروژه‌هایی که خودش سرمایه گذاری می‌کنه مثل پالیگان مستقیم وارد میشه. لیست پروژه‌هاش هم الان بهتون نشون میدم بچه‌ها، اینان که دقیق و ریز اگه نگاه کنید هیچ خبری از بلوم داخل این لیست نیست. پس اینکه میگن مورد تایید بایننس، نه آقا، بایننس این حرفی نزده، بایننس لبز یه جایی منشنشون کرده، تموم شد رفت. که البته بچه‌ها چیز بدی نیست، یعنی بالاخره حالا یه منشنی توسط بایننس شده، این یه پوینت مثبته. اما این که میگن آقا پشتش بایننس، نه آقا، ربطی به بایننس نداره. کارکناش کارکنای قدیمی، یعنی یکی دو نفرن از بایننسن، ولی پروژهشون رو فاند نکردن، سرمایه‌گذاری روش نکردن، پس ربطی به بایننس نداره، تیم جداست. از همین رو قبل از اینکه آموزش ریزش شروع کنیم و قضیه دعوت از دوستان و رفتن و ایناتون رو حل کنیم، حتما با سیستم ایزوله طبق این ویدیو وارد بشید. هر کسی هم وارد نشد دیگه عواقبش گردن خودشه. درسته که پروژه اعتبارش از 90% این باتای تپ تورنی بالاتره، اما فعلا همش برنامه است، میخوایم این کارو کنیم، میخوایم اون کارو کنید. به همین خاطر که با سیستم ایزوله حتما وارد بشید. دقت هم کنید که بچه‌ها ازش جا نمونید، یعنی 30 میلیون کاربر گرفتن، یه همچین سر و صدای تو شبکه‌های اجتماعی رو نباید اصلا از کنارش رد شد. با کله برید توش، ممکنه بزرگتر از نات کوین از آب در بیاد. نات کوین که چه عرض کنم، این ممکنه بزرگتر از حتی شیبا بشه، اگه همه برنامه‌هاش البته عملی کنه. و اما آموزش انجام، تسکا، چیزای دیگه و قضیه دعوت از دوستان بلوم. خب دوستان ببینید، کلیت بلوم اینجوریه که شما تنها مشکلی که داری اینه که باید با لینک یه نفر ثبت نام کنی و به صورت عادی اصلا بات به شما اجازه ورود نمیده. هر کسی هم میتونه 10 نفر بیاره. سر همینه که از ویدیوهای ما همتون میتونید هی نفر دعوت کنید. الان لینک ها رو جلوتر بهتون میگم چیکار کنید. خود باتو سریع توضیح کوچیک بهتون بدم. به این صفحه که رسیدید کرییت اکانت میزنید. خب رو کرییت اکانت کلیک میکنید. صفحه دوم یه دونه اسم انتخاب میکنید. این یوزر کاربری شماست، قابل تغییر بعدا احتمالاً نیست، پس حواستون باشه که چی سرچ میکنید. کانتینیو رو میزنید، شروع میکنه به ساختن حساب کاربری شما. این حساب همیشگیتونه. یه بار دیگه تاکید میکنم به اسمتون حواستون رو بدید و اینجا بلوم ساخته میشه. جایزه روز اولام میگیرید. هر روز که داخلش بچا لاگین کنید، ربات به شما یه سری پوینت ها میده، مثل همون دیلی لاگینی که داخل همستر انجام دادید. هر 8 ساعت یه بارم باید به سر بزنید، روی این استارت فارمینگ بزنید، ربات شروع کنه به فارم کردن. به همین سادگی، تموم شد رفت، کل بلوم همینه. خب لانچش کنم، توضیحات پیشرفته تر بهتون بدم. خب ببینید، هر بار که میایین تو اپ بهتون یه دونه پوینت بلوم میده، این بار بهتون پلی پاس میده. حالا پلی پاس رو براتون توضیح میدم، یه بازی خیلی کوچولو موچولو داخلش گذاشتن که البته بعدن این بازی هم ممکنه عوض بشه و بهترش کنن. هر بار که میایین این کلیم رو باید بزنید، دوباره استارت فارمینگ رو بزنید که برو برای خودش فارم کنه، پوینت های بلومتون اینجا نشون میده. تو قسمت تسک، تسکاش خیلی سادن، الان همه رو
بهتون نشون میدم که تو کمتر از 2 دقیقه تیکشونو بزنید. قسمت فرندز که دعوت از دوستان باشه، اصل ویدیومون اینجاست و مشکل شما باید اینجا حل بشه. ببینید بچه‌ها، هر کسی حق داره که 10 نفر دعوت کنه. رو اینویت بزنید، کپی لینک. ببینید لینک شما این شکلیه. بچه‌ها برای اینکه کسی مشکلی براش پیش نیاد، این قسمت ویدیو رو لطفاً دقت کنید، چشاتونو باز کنید. میخوام بهتون بگم چجوری کدتون رو شیر کنید، اسپم شناسایی نشه. از اونور از کد بقیه هم استفاده کنید که بتونید وارد بشید. دقت کنید بچه ها، این لینک رو من براتون هم تو توضیحات ویدیو میذارم. تا اینجا بچه ها، تا قسمت این آندرلاینه، من تا اینجا براتون لینک رو میذارم. این لینک رو کپیش میکنی، همه این قسمت لینک خودتون رو که آخر حرف باشه برای ما کامنت کنید. چجور کامنت کنیم؟ این خیلی مهمه. مثلا من اینو کپیش میکنم، مینویسم گود جاب، بعد کد رو میذارم آخر سر. اگه طولانی تر باشه باز بهتره که یوتیوب شما رو به عنوان اسپم شناسایی نکنه. اکیداً از گذاشتن تنها این کد رفرال پرهیز کنید، چرا که 99% یوتیوب میگیرتون. لینک هم که عمرن اجازه نمیده بذارید، همون اول بسم الله پاکتون میکنه. این یه راه، اگه دیدی کدت جوریه که به عنوان اسپم همیشه شناسایی میشه، تو اکانت یوتیوبت برو، تو قسمت اباوتت اینجا لینک بلومتو بذارین بالا، یا کد رفرال بلومتو بذار. اینم یه راه دیگه. اونایی که میخوان راحت پیدا کنن آخرین کدا رو چیکار کنن، ویدیو رو که میبینی این پایین سورت کامنتا رو روی نیوست فرست بذار که جدیدترینا بیاد اول. این کدا رو بردارید، این راحت تره. یه راه دیگه هم بهتون بگم، نمیدونم اسم کاربریتون رو میتونید کد بلوم بذارید. خلاصه میخوام تکخوری نکنید آقا، به همدیگه کمک کنید، باعث بشید هم همه بیان هم همه استفاده کنن. خب کل تسکای بلوم رو سریع بهتون یاد بدم که تیک بزنید. بچه‌ها یه سری ایونت ها هم داره، حالا قراره براتون از این به بعد اونا رو هم پوشش بدیم در کنار همستر. ایونت هایی که همین الان پول بهتون میده، مثلا میگه آقا 100 نفر رو میام 100 دلار میدم، 2 نفر رو 50 دلار میدم. اینا رو حالا بعدا براتون توضیح میدم. برید داخل قسمت تسک، انقدر تسک داره. تیک زدن اینا چطوریه؟ خیلی ساده است بچه‌ها. رباتش خدا رو شکر عقلش زیاد نمیرسه. استارت بزنید، برگردید، استارت بزنید، رو دومی برگردید، استارت، 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 استارت. ببین من اصلا نمیرم ها، یعنی اصلا مرورگرم هم باز نمیکنم. رباتش انقدر هوشمند نیست. همینجوری دارم استارت میزنم. میبینید؟ نمیرم فالو کنم، اکانت توییتر واسه کنم. شما هم نکنید، وقتی نیازی نیست چه کاریه؟ بعد اینجا راحت کلیم بزنید. به همین سادگی کلیم، 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 استارت، 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 کلیم، کلیم، کلیم. تنها چیزی که براتون میچرخه اینه که آقا شبکه خود بلوم رو سابسکرایب کنید. این یه ذره طول میکشه. که حالا یه چیز جالب بهتون بگم، هیچ کدوم از این تسکا رو من واقعا انجام ندادم. سری تونتون بستم، اما تو کانال بلوم من واقعا سابسکرایب کردم. این یکی که واقعیه رو تیک نزده، اونایی که الکی بودن رو تیک زده. بهتون نشون دادم تو کمتر از 1 دقیقه کل تسکای موجود بلوم رو تیک بزنید. که اینا بچه‌ها هی بیشتر میشن. پست جدید میاد، ویدیو جدید میاد، احتمالاً یوتیوبشون اضافه بشه، فستیوال دارن، کلی چیزای دیگه دارن. همه اینا رو قرار براتون پوشش بدیم. و آخرین مبحث بلوم این که آقا چجور بازی کنیم. اینجا یه دونه پلی داره، رو پلی کلیک میکنی، اینا رو باید بتره کنی، روی این یخه میزنی وای میسن، سری تون تون اینا رو میتره کنی. با شبیه ساز من دارم بازی میکنم، بهترین چیزم همین شبیه سازه. امترین حالت وارد شدنم همینه، اصلا مولا درزش نمیره. اینا رو هم میتونید با اتو کلیکر همه رو بگیرید، کی به کیه، کل صفحه رو باید کلیک کنید. بمبم داره به همین سادگی که داری میبینی. دارم خسته میشم دیگه، حوصله‌ام سر رفت. اینا میتونید روزانه بازی کنید و هی پوینت های بلوم هم بگیرید، پوینت هاتون بیشتر بشه. تمام شد، 108 تا بلوم به ما داد، 14 بار دیگه میتونم بازی کنم. هر روز از این تیکت های بهتون میده، هر نفرم که دعوت کردید این تیکت های بیشتر میشن و پوینت های بلومتون هی میره بالاتر، میره بالاتر. حالا قضیه نمیدونم ولت واس کردن، تایم لیست شدن، چیزای دیگه اش هم مثل همیشه تو این کانال براتون پوشش میدیم. یه بار دیگه تاکید میکنم، حتما از طریق سیستم ایزوله وارد بشید. اینی که میگم سیستم ایزوله وارد بشید، برای اینه که خیال خودت راحت تر باشه. ما اگه توی پروژه گیر و گوری پیدا نکنیم، 100% بهتون میگیم نمیخواد با هیچی وارد بشید. نمیدونم مثل ایلوویوم، مثل پایرت، ولی پروژه‌ای که مخصوصا تحت تلگرامن باید با سیستم ایزوله وارد شد، چون واقعا ما نمیدونیم پشتشون چیه. این نکات رو رعایت کن، ان شاءالله همه یه چیز خوب بزنید به جیب. خب رفقا، امیدوارم لذت برده باشید. مثل همیشه دته کارش همینه که ذهنتون رو به چالش بکشه. ما هر چیزی که میگیم پشتش علت میاریم. همه نکات رو گفتیم، همه رو رعایت کنید. یه بار دیگه خوش آمد میگم به رفقایی که بار اول اومدن تو کانال. اومدن با خودت، رفتن با خودت نیست، بعدم به صحبتم میرسی. امیدوارم تا موقعی که اینجای یه چیز خوبی به جیب بزنی، کسب درآمد واقعی تو دتک بهت همیشه آموزش میدیم. دوستتون دارم، نظر فراموش نشه. تا ویدیو بعدی علی، خدافظ همگی. راستی حتما کدتو کامنت کن آقا، تکخوری ممنوع. به همدیگه کمک کنید. خدافظ.